در نخستین روز روند معرفی برنامه های کاری نامزاد وزران، نامزاد وزران امور خارجه، مالیه و امور داخله به نشست عمومی مجلس آمدند و برنامه های کاریشان را به عضوهای مجلس شریک می کنند. اما برخی از عضوهای مجلس بی‌اعتنا به ارائه برنامه های نامزاد وزیران سرگرم قصه های شخصیشانند. تا جای بعضی بی‌اعتنایی های صورت می گیرد متاسفانه که در خور شأن نمایندگان ملت و به خصوص خانه ملت نیست. در این نشست نامزد وزیر وزارت امور خارجه فربه بودن تشکیلات و وجود فساد در وزارت خارجه را یک چالش جدی در دستگاه دیپلماسی افغانستان می‌داند و از تلاش‌ها برای از میان برداشتن آن سخن می‌زند. با تمام قوت باید دستگاه دیپلماسی کشور تلاش بکنیم که از جاسوسی خارجی مسئول بسازیم. استفاده از این تکنولوژی ما را در این راستا خواست خدا بود کمک میکنند. محمد انیف اتمر همچنان هشدار میدهد که احتمال قطع کمک های جهانی به افغانستان پس از نشست ژنوا وجود دارد. فرانسه افغانستان در ژنوا برگزار شود تا بار دیگر تعهدات بین المللی را مبنی بر کمک های ملکی و نظامی برای دولت و مردم خود داشته باشیم. خطر از این وجود داره که جامعه جهانی ناتوانی خود نشان بده. از سوی هم عبدالهادی ارغندوال نامزد وزیر وزارت مالیه میگوید که در صورت دریافت رأی اعتماد مجلس تا سال 2025 میلادی درآمدهای افغانستان را با مرز 400 میلیارد افغانی میرساند که در این صورت افغانستان از کمک های مالی جامعه جهانی بی نیاز و به استقلال اقتصادی خواهد رسید. و در نتیجه آن در سال 2025 استقلال اقتصادی کشور را اعلان خواهیم نمود که نقش تاریخ ساز شما در این زمینه برازنده خواهد بود. تقویت راهکارهای مبارزه با جرم و جنایت و اعتماد مردم بالای پلیس از موارد برجسته برنامه های کاری مسعود اندرابی نامزد وزیر وزارت امور داخله در این نشست عنوان می شود. به راهکارهای نو پرداختیم که چطور بتانیم اعتماد مردم بالا ببریم، که مثال از او ریاست خدمات عامه است که توانسته پروسای طویل و عریض رسیدگی به خدمات وزارت امور داخله را به مردم بسیط بسازد. با این همه قرار است قانونگذاران تا پایان هفته روان برنامه های کاری ده نامزد وزیر را بشنود و به روز پنجشنبه برای آنان صندوق رأی اعتماد بگذارند.